سازمان عفو بین الملل خواستار رویکرد هماهنگ جامعه بین المللی برای رسیدگی فوری به سیستم نهادینه شده تبعیض و بی احترامی به کرامت انسانی زنان و دختران در افغانستان شده است. به گزارشی که همکارم در رابطه با بیانیه سازمان عفو بین الملل منتشر کرده توجه فرمود. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، استقبال کرده. اما از شورای حقوق بشر این سازمان خواسته است که برای کشاندن طالبان به پاسخگویی اقدامات فوری انجام بدهند. این سازمان به ضرورت رویکرد هماهنگ جامعه بین المللی برای رسیدگی فوری به سیستم نهادینه شده تبعیض، تفکیک، بی احترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران از سوی طالبان تاکید کرده است. سازمان عفو بین الملل در این بیانیه از قتل‌های فراقانونی، شکنجه، تنبیه بدنی در ملأ عام، بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، ناپدید شدن اجباری و سرکوب کارشناسان، روزنامه نگاران و فعالان حقوق به عنوان موارد نقض فاحش حقوق بشر از سوی طالبان نام برده است. این سازمان همچنین گفته است که حملات گروه سنی های تندرو داعش بر هزاره ها و شیعیان نیز ادامه یافته است. سازمان عفو بین الملل تأکید کرده است که محرومیت 2 میلیون دختر از تحصل و ناپدید شدن، بازداشت و شکنجه 10 زن معترض، زنان و دختران را با مشکلات جدی سلامت روانی دچار ساخته است. علاوه بر این، زنان از لحاظ اقتصادی نیز ناتوان شدند. سازمان عفو بین الملل ابراز نگرانی کرده است که هیچ مکانیزم بین المللی برای جمع‌آوری و حفظ شواهد نقض جدی حقوق بشر در افغانستان برای پیگیری جرایم مطابق قوانین بین المللی وجود ندارد. در بخشی از این بیانیه همچنین آمده است: ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهیم که در جلسه بعدی با صدور قطعنامه‌ای چنین نهادی را در مورد افغانستان تشکیل دهد. به تازگی گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان با ارائه گزارش 1 ساله وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته است که تبعیض سیستماتیک و بی احترامی به حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان نهادینه شده است. بر اساس این گزارش، نقض و انکار حقوق زنان توسط طالبان از طریق دست کم 52 فرمان و سیاست هایی که حقوق زنان را از حقوق اساسیشان محروم می کند نهادینه شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هم با انتشار پیامی در شبکه ایکس گزارش اخیر گزارشگر ویژه ملل متحد را تخریب اذهان عامه عنوان کرده است. او در بخشی از این پیام نگاشته است: بعضی از اعضای سازمان ملل متحد، به خصوص ریچارد بنت، در تلاش تخریب اذهان در آستانه نشست دوحه می باشند. مجاهد با ستایش از موقف حمایتی برخی از کشورها از طالبان، خواستار تعامل مثبت و سازنده با اداره این گروه شده است. از دکتر حسین یاسا، تحلیلگر مسائل سیاسی از مونیخ، دعوت کردیم تا پیرامون این موضوع گفتگویی با ایشان داشته باشیم. آقای دکتر، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما، آقای دکتر بفرمایید که نظر شما در رابطه با گزارش عفو بین الملل چیه و آیا واقعا راهکاری برای پاسخگویی کردن طالبان در مقابل اقدام هایی که انجام می دهد وجود داره؟ بفرمایید. آقای دکتر یاسا، من متوجه هستم. آقای دکتر یاسا، سوال من را متوجه شدین؟ من صدای شما برای یک چند لحظه را در نشنیدم، شما لطفاً دوباره تکرار بکنید. بله، خدمتتون عرض میکنم. آقای دکتر بفرمایید که نظر، ضمن عرض سلام خدمت شما، آقای دکتر نظر شما در رابطه با گزارش عفو بین الملل چیه و آیا واقعا راهکاری برای
پاسخگو کردن طالبان در مقابل اقدامهایی که انجام میده وجود داره؟ بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما، همکاران عزیز شما و بینندگان و شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. ممنونم. در رابطه با این گزارش شما که گزارش خیلی جالب بود، تشکر میکنم از شما و از سازمان عفو بین الملل که همچنین یک گزارش دقیق پخش کردن و واکنش شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان و همه جریانایی که اونا با طالبان مخالف هستن، اونا هم تایید کردن گزارش ها را، گزارش هایی که با ما میرسه اونا هم همانندی از این گزارش هاست، گزارش بسیار دقیق است. اما این انتظاری که طالب که خودشان فی نفسه یک گروه منفی هست و یک از عملکردهایشان معلوم میشه که اونا به هیچ گونه ارزش های انسانی و اسلامی پایبند نیستن، از اونا این انتظاری که اونا گویا همه طرز حکومتداریشان را تغییر بتن یا ایه که در مقابل نصف جامعه افغانستان، نصف پیکره ای از بدن جامعه افغانستان که عبارت از زنان است، در مقابل از اونا روی کردشان تغییر بکنه، فکر میکنم یک انتظاری ناحق است. طالبا اصلا تن نمیته به هیچ نوی از تقاضایی که از روی جهانیان و مردم افغانستان صورت میگیره، اونها اصلا پایبند به ارزش های انسانی نیستن. بله، با تشکر از دکتر حسین یاسا، تحلیلگر مسائل سیاسی که از مونیخ دعوت ما رو پذیرفتند.